درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. حکایت خندداری از مدیر ایران خودرو منتشر شده. مدیرعامل ایران خودرو درست در روزی که به وزارت سمت نامه زده که به خاطر نبود ارز و انبار خالی مجبوریم تولید رو متوقف کنیم، تفاهمنامه صادرات خودرو به عمان رو هم امضا کرده. خب سوال ساده از مدیرعامل ایران خودرو اینه که اگر نامه شما صحت داره، پس قصد دارید انبار خالی رو به عمان صادر کنید؟ هرچند رفتارهای مسک و خنددار از جانب مدیران جمهوری نکبت اسلامی دیده جدیدی محسوب نمیشه. در همین رابطه افشاگری نماینده مجلس از بلایی که شرکت‌های دولتی حامی مستضعفان سر مردم آوردن رو بشنوید. دلار از سال 97 تا سال 1401 900% رشد داشته و دقیقاً درآمد شرکت‌های مثل فولاد مبارکه دقیقاً 900% رشد داشتن. یعنی فولاد مبارکه‌ای که سال 97 4000 میلیارد تومان سود داره، سال گذشته 108000 میلیارد تومان سود داشت و یک سود وحشتناک. یعنی دقیقاً قیمت ارز، یعنی اون قیمت ارز نیمایی و تلگرامی، دقیقاً ضرب میشد در قیمت کالاهایی که آبش، برقش، حمل و نقلش، کارگرش همه با قیمت عادی بود، اما قیمت‌ها به این ترتیب رفت بالا. شرکت‌هایی که محصولات خودشون رو با دلار آزاد می‌فروشن، متعلق به دولت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرای فرمان امام هستن و از دلایل گرانی خودرو اینه که فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها مواد اولیه خودشون رو با دلار دولتی تولید می‌کنن، اما محصولات خودشون رو 900% گران‌تر و با دلار آزاد به خودروسازان می‌فروشن. و متاسفانه ما با این وضعیت مواجهیم. حالا چرا دولت با اینا مقابله نمیکنه؟ چون اینا دیگه الان خیلی بزرگ شدن، هر کدومشون هم که دست میزنی به یه جایی وصلن. یعنی مثلا به یه مجموعه دست میزنی میبینی که، ببخشید ما یکم با هم سریع صحبت کنیم چون واقعا یه معضل امروز کشور ماست، یه مجموعه رو دست میزنی میبینی مثلا بانک ملی برمیگرد، یه مجموعه رو دست میزنی به صندوق بازنشستگان برمیگرد، یه مجموعه رو روش دست میزنی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برمیگرد، یه مجموعه بنیاد مستضعفان برمیگرده. بعد به هر کدوم هم که میگه آقا شما چرا این کارو میکنی، مثلا دولت میخواد به اینا فشار بیاره که آقا تو حق نداری محصولت رو با این قیمت بفروشی، بلافاصله از اون اهرم‌های فشاری که دارن در برابر سیاست‌های دولت می‌ایستن و عملاً دولته که عقب نشینی می‌کنه. بعد اون قیمت‌ها میاد تو خودرو، قیمت خودرو رو بالا می‌بره. چرا قیمت خودرو اینقدر گرون شد؟ علتش چیه؟ خودروسازان خیلی حرف ناربطی نمی‌زنن، حرفشون درسته. میگن چطور ورق فولادی رو که به ما میدید 900% رشد کرده؟ مواد پتروشیمی که به ما میدید 900% رشد کرده. بعد به منی که دارم به اون مواد پتروشیمی و اون برق مثلا پژو تولید میکنم، به من میگید تو باید 20% گرون بکنی. در همین رابطه سخنان آتشین نماینده چابهار خطاب به دولت رو که حرف حق میزنه بشنوید. های دوی حزبمی تذکرات یک دقیقه رو اعلام کنیم. نفر اول آقای معین الدین سعیدی 135. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایطی که 4 شهرستان قصرقند، کنارک، دشتیاری و زرآباد فاقد حتی یک تخت بیمارستانی هستند، رئیس جمهور در اندونزی قول تجهیز 12 بیمارستان را میدهند. آقای رئیسی به کجا چنین شتابان؟ اول دردهای بی پایان مردم سیستان و بلوچستان را ببینید و بعداً به فکر مردم اندونزی باشید. به وزیر جهادگر بهداشت تذکر میدهم به قید فوریت نسبت به تجهیز بیمارستان نیروی دریایی کنارک و ساخت بیمارستان پلان در دشتیاری بزرگ اقدام فرمایند. آقای رئیس جمهور، بستن پلتفرم های فضای مجازی در شرایط ملتهب پاییز 1401 بود. اکنون با گذر از آن شرایط ادامه این محدودیت ها بر چه مبناست؟ گردش مالی 50000 میلیاردی فیلتر شکن ها یعنی فاجعه، یعنی دهنکجی به مردم. نمی شود که شما رئیس جمهور و من نماینده دنبال تیک آبی اینستاگرام باشیم و ملت و فعالان کسب و کار مجازی محروم. بر مبنای اصل 9 قانون اساسی به رئیس محترم جمهور تذکر میدهم نسبت به رفع محدودیت از پلتفرم های فضای مجازی به قید فوریت اقدام فرمایند. متشکرم.
90 تن از نمایندگان فعلی به جرم فساد مالی برای دوره بعد رد صلاحیت شدن. اینو ما نمیگیم، خود آخوند حکومتی داره در پخش زنده اعتراف میکنه. این سخنگوی شورای نگهبان گفتن که ما 90 تا از نمایندگان فعلی مجلس رو برای دور بعد رد صلاحیت کردیم. ما اصلا وارد نیستم، میدونی هیچ اطلاعی ندارم. و گفتن اکثرا هم به جرم فساد، این تعبیر سخنگوی شورای نگهبان، 90 تا رد صلاحیت کردیم که اکثرا هم به جرم فساد مالی و مسائل اقتصادی رد صلاحیت شد. حالا من میخوام بگم یعنی الان ما 70 تا مفسد مالی الان تو مجلس بس داریم. خب این دو سه ماه آخر مجلس چرا در اختیار اونا قرار، اگه اینا فساد مالی دارن دو سه ماه چرا مجلس در اختیارشون باشه؟ دو سه ماه هر چی میخوان بخورن دیگه، آخرین برداشتش اگه حتی یه روز، یه روز شما میگید آقا اینا سه ماه دیگه نمیتونن نماینده مجلس، اینا فساد مالی به جرم اکثرشون به جرم فساد. من اصلا هم هیچ اطلاعی ندارم، لو دفاع میکنن خودشون میدونن، من واقعا وارد نیستم. ولی اون مردم نمیگن آقای فساد مالی با چی تو این آقا میخواد الان نماینده باشه، این دو سه ماه چطور میخواد قانون برام تصویب بکنه. و بعدم که میبینید مجلس که تمام میشه غالبا نمایندگان چیز نمیشن، بیکار نمیشن تو ادارات و وزارتخونه ها و نمیدونم شرکت های مختلف. و به هر حال اگه انسان برسه به اینش، امیدواریم اینو توضیح بدن واقعا بر افکارمون، باید توضیح بدن که اگه واقعا اینو فساد اینو با چهار سال تا حالا چرا نگاه نکردین، تو این چهار سال چرا ما ندیدید، یعنی دستگاه قضایی ندید، دستگاه دیگه ندیدن که ما 60 تا 70 تا نمیدونم اکثرا معناش چی میشه، لو مثلا 70 تا 80 تاش مفسدن، فاسدن، فساد مالی اقتصادی دارن، با چیکار میکردن تو این 4 سال؟ هیچ کسی چی نگفت. حالا اعتراف وزیر پیشین آموزش و پرورش نسبت به ناتوانی نظام ولایت فقیه، اینه سرنوشت کشوری که قبل از انقلابش امامش به شاه گفت شما یک ساعت رادیو و تلویزیون رو در اختیار ما بذارید و ببینید که ما مملکت رو به کجا هدایت میکنیم. الان بحث حجاب یه مسئله بسیار جدی این روزهای ماست دیگه. دانش آموزانی که سالها تو مدرسه جمهوری اسلامی با معلم محجبه، با معلم مرنیش تحصیل کرده، آموزش دیده، اردوهای تربیتی رفته، نماز جماعت برگزار کردیم، مراسم صبحگاه گذاشتیم، این دانش آموز چرا مقید به حجاب نیست؟ ببینید من چون خودم متهم این اتهام هستم راحت میتونم صحبت کنم، اگر نبودم نمیگفتم حقیقتا، ولی چون خودم متهم هستم در این خلاصه صحنه راحت حرفمو میزنم، میتونم راحت بگم معلومه که اون روش هایی که ما در مدرسه‌مون پیش گرفتیم، اون روش ها برای جوان امروز و نسل امروز پسندیده نیست، قبول نداره، اون روش ها نتونسته اثرگذار باشه. به تعبیر شما دوستان اون افکتیونس یا اثر بخشی لازم رو نداشته. حالا من باز بیام اصرار کنم بگم که برنامه ریزی آموزشی من همچنان باید رو همون پاشنه قبل بچرخه. آقا جواب نداده. الان ما در مدرسه جناب رنجبران چرا فلان خواننده رپی که در خارج از کشور هست اینقدر مورد قبول نسل جوان قرار گرفته؟ نمیخوام بگم همه نسل جوان ها، ولی بالاخره مخاطب فراوانی داره. چرا فلان گروه رپی که در فلان کشور داره برنامه اجرا میکنه که حالا وزانت برنامه شما اجازه نمیده که من حالا اسم ببرم و اینا، ولی این گروه رپ تمام رزومه این گروه 7 نفره رپ رو دانش آموز 13-14 ساله من خیلی از فوت آبه، همه رو میدونه، کی به دنیا اومده، چند سالگی وارد بحث موسیقی شده، کجا بوده، چگونه خونده، همه رو بلده. خب ببینید این نشون میده که ما مفاهیم اصیل تعلیم و تربیتمون رو با روش‌های نامناسب و نامتجانس داریم به دانش آموزانمون تحمیل میکنیم. خب نتیجه شده باز اینکه مدرسه ما یک محیط بسیار ناپسندی واسه دانش آموزامون شده. بچه ها خدا خدا میکنن که زودتر این مدرسه تعطیل بشه و فرار کنن از مدرسه، در حالی که یک محیط یادگیری باید محیط با رغبتی باشه. بچه ها به قول این جوونا، ببخشید از این واژه به کار میبرم، بچه ها باید تو مدرسه حال کنن. وقتی جناب قالیباف خالیباف منتقد می شود، محمد باقر قالیباف رئیس و طویله مجلس با بیان اینکه دفاع مقدس محل جهاد بود گفت که بالای اتوبان موشک نقطه زن تولید می کنیم، پایین اتوبان در تولید یک قطع ماشین ماندیم. این دقیقا تفاوت دو فرهنگ است، در اقتصاد هم درگیر این تفاوتیم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.